Welcome to Hard Talk. I'm Steven Sacker. All of the conflicts and tensions be baronomy hard talk, my date man Steven Saka has done. این همه تنش و درگیری در گستره خاورمیانه میانه در کشور کوچکی با هم تلاقی می کنند در لبنان فعلا یک چهارم جمعیت لبنان را پناهندگان سوری تشکیل می دهند ایران در سایه حمایت از حزب الله منافع زیادی در لبنان دارد اسرائیل هم سابقه طولانی در دخالت در کشور همسایه شمالی دارد مهمان امروز من وزیر خارجه لبنان جبران باسیل است آیا دولت وی مشکلات لبنان را خاطر نمی کند جبران باسیل،, جبران باسیل به هارتوک خوش اومدید ممنون به نظر میاد که ممکنه لبنان به یک درگیری منطقی خطرناک کشیده بشه و به نظر میرسه که دولت شما برای کاهش تنش هیچ کاری نمیکنه کنه چرا؟ راستش ما میخواییم از دردسر دوری کنیم سیاست ما اینه که از هر نوع درگیری در منطقه دوری کنیم اما متعهد هستیم که از کشورمون محافظت کنیم. ما به دفعات مورد حمله اسرائیل قرار گرفتیم که از قطنامه 1701 سازمان ملل متحد تخطی میکنه. تصورش رو بکنید فقط در دو ماه اخیر حریم زمینی، هوایی و دریایی ما 480 بار توسط اسرائیل مورد تجاوز قرار گرفته into... شما اگه واقعا میخواین از هر گونه درگیری اجتناب کنید چرا همچنان به گروه مسلح شیعه حزب الله اجازه میدید که دامنه فعالیت رو توی کشورتون گسترش بده no, is, uh, been... تا به حال هیچ حمله ای از لبنان به هیچ کشوری حتی اسرائیل انجام نشده ما فقط از خودمون دفاع میکنیم هر زمان که مورد حمله اسرائیل قرار میگیریم مثل جنگ سال 2006 لبنان باید عکس العمل نشون میداد از اون موقع تا حالا 13 سال تو با آرامش داشتیم همین اواخر اسرائیل با استفاده از دو فروند پهپاد که هر کدوم مجهز به 6 و 7 دهم کیلوگرم مواد منفجره بودند به پایتخت ما حمله کرد. But we know, we know why ما میدونیم که چرا اسرائیل در خاک لبنان با استفاده از پهپاد حملات هدفمندی اجرا کرده میدونیم چرا چون اسرائیل کارهای حزب الله رو میبینه اونا دارن در خاک شما توانایی ساخت موشک نقطه زن رو توسعه میدن و حتی در این باره هم تبلیغ میکنند حرف اسرائیل اینه که برای محافظت از امنیت خودش در برابر نظامیگری حزب الله هر کاری لازم باشه خواهد کرد چرا اسرائیل حق داره خارج از مشروعیت بین المللی هر کاری دلش میخواد بکنه اما لبنان حتی حق نداره از خودش دفاع کنه چرا اسرائیل اجازه داره بمب اتم داشته باشه ولی لبنان نباید بتونه حتی از خودش دفاع کنه آقای وزیر با کمال احترام باید عرض کنم که اینجا مسئله لبنان نیست بلکه در مورد حزب الله داریم صحبت میکنیم مگه اینکه شما بگین حزب الله بازوی نظامی کشور لبنان آیا منظور شما اینه حزب الله بخشی از جمعیت لبنان و همینطور بخشی از دولت لبنان و همچنین بخشی از مجلس حزب الله داره از لبنان دفاع میکنه و در کنار ارتش لبنان مورد حمله ارتش اسرائیل قرار میگیره. No, is... آیا شما کاملا راضی هستین؟ من میخوام این مطلب رو برای مردم روشن کنم. شما راضی هستید که ایران داره به حزب الله کمک مالی، آموزشی، مشورتی و موشکای نقطه زن جدید میده. درست چند روز پیش حزب از موشکای ضد ناو خودش تعریف میکرد. شما کاملا راضی هستید که این مسابقه تسلیحاتی در محدوده کشور شما رشد کنه ولی شما کنترلی روی اون نداشته باشین بلکه از بلاک کنترل بشه که اونم در نهایت توسط ایران کنترل میشه شما از این روند راضی هستیم من زمانی راضی میشم که در کشورم و در منطقه صلح برقرار باشه و این وضعیت غیرعادی تموم بشه زمانی راضی میشم که اسرائیل به قطنامه سازمان ملل احترام بذاره و به اشخار کشورم پایان بده. و دیگه به عرب حمله نکنه. در اون صورت من راضی میشم. من الان راضی نیستم چون تو موقعیتی هستیم که دائما در معرض تهدید جنگ و تهاجم از طرف اسرائیل هستیم. راضی نیستم. So boss, چرا دیدگاه شما در این زمینه تفاوت فاحشی با دیدگاه رئیس خودتون نخست وزیر لبنان سعد حریری داره؟ همین چند روز پیش آقای حریری در مورد حزب الله گفته این سازمان نه تنها مشکل لبنان بلکه مشکل کل منطقه است و در جنوب لبنان کاملا مخالف منافی ما عمل میکنه این حرفای نخست وزیر شما درباره حزب الله بود در جریان رویدادهای دو هفته اخیر وقتی لبنان مورد حمله اسرائیل قرار گرفت نخست وزیرمون از لبنان دفاع کرد. بذارین سریع صحبت کنیم. نخست وزیر شما حزب الله رو یک مشکل ریشه قلم داد میکنه. چرا شما این کارو نمیکنید؟ چون حزب الله توسط کشورهای زیادی به عنوان مشکل در نظر گرفته میشه و ما نمیتونیم چشممون رو به این مورد ببندیم. قبول داریم که این برای یک کشور تحت اشغال وضعیت مناسبی نیست که هم ارتش داشته باشه و هم یک گروه مسلح. به همین خاطره که میگیم باید با استقرار صلح از این وضعیت خلاص بشیم و خاک ما از اشغال بیگانه در بیاد. در اون صورت هیچ دلیلی نخواهد داشت که ما در چنین وضعیتی باشیم. شما صحبت از اشغال میکنید اما در واقع مدت ها پیش سربازان اسرائیلی از خاک لبنان خارج شدن. برای من روشن نیست منظور شما از اشغال چیه. فکر نمی کنم کسی در این مورد شک داشته باشه که نیروهای اسرائیلی هنوز هم سرزمین های عرب از جمله سوریه و لبنان مزارع شبعا تپه های کفشوبا و بخشی از روستای قجر رو جالب که شما no, no, that... و هنوز هم صدها هزار فلسطینی در کشور ما زندگی می کنند که از کشور خودشون رانده شدن آقای وزیر جالبه که همش از زمیر ما استفاده میکنین انگار لبنان در این مورد یک پارچه است البته که لبنان اصلا یک پارچه نیست شما از جانب حزب خودتون جنبش نیروهای میهندوست که یک حزب مسیحی صحبت میکنید سب کنید اجازه بدید سوالمو کامل کنم شما به عنوان یکی از احزاب و جنبش های مسیحی پیشتاز در کشورتون پیوسته به دنبال مشارکت با حزب الله بودید شما به عنوان پوششی برای فعالیت های حزب عمل کردین و در واقع فعالیت های ایران در خاک لبنان رو تحت پوشش خودتون گرفتیم اصلا ما در این مورد به علیه اسرائیل یک پارچه و متحد هستیم بذار بگم چرا اما واضحه که شما یک پارچه نیستین چون نخست وزیر خودتون حزب الله یک میدونه چرا. ما یک دولت اتحاد ملی داریم که تحت رهبری نخست وزیرمون سعد حریری رهبری میشه که همه گروه ها و نیروهای سیاسی لبنان در اون حضور دارن که حزب الله هم یکی از اونهاست این دولت دولت اتحاد ملی متفق القول یک پارچگی خود رو در مورد موقعیت لبنان و علیه اسرائیل اعلام کرد. نکته اینه که اجازه بدین مطلبی بگم. هر زمان که اسرائیل به ما حمله کنه ما متحد میشیم. این همین وضعیت در سال 2006 هم بود. <applause> <applause> به نظرم شما به عنوان وزیر امور خارجه لبنان در موقعیت خیلی دشواری قرار دارین چون سازمان ملل متحد بریتانیا مجموعه از کشورهای عرب حزب الله را از هر جهت به عنوان یک سازمان کاملا تروریستی قلمداد میکنند و در روزهای اخیر ایالات متحده تحریم رو علیه شمار بیشتری از مقامات حزب الله اعمال کرد که شامل دو نماینده مجلس هم میشد. اونها همچنین یک بانک لبنانی رو هم تحریم کردن که کانال مالی حزب الله بود. شما به عنوان وزیر امور خارجه چه عکس عملی در برابر رفتار آمریکا دارید؟ از چه نظر؟ آیا ازش استقبال میکنید یا مخالفت؟ اصلا میتونید مخالفت کنین؟ البته که میتونیم. قطعا مخالفیم. اولا ما قبول نداریم که نمایندگان مجلس ما باید تحریم بشن. اما میدونیم که از گذشته دور این موضع آمریکا بوده و ما با اون مخالفیم. با وجود این ما با آمریکا روابط خوب و محکمی داریم. آمریکا از نیروهای مسلح ما حمایت میکنه. اونها همینطور از کشور ما حمایت میکنند و روابط مستحکمی داریم. اما در این مورد با اونا مخالفیم. بذارید دیدگاه همتای آمریکایی شما رو براتون بازگو کنم. اوایل امسال وزیر خارجه آمریکا مایک پمپو گفت در لبنان حزب الله با تصمیمات یک جانبه و آری از مسئولیت درباره جنگ و صلح و مرگ و زندگی جون همه لبنانی ها رو به خطر میندازه مردم لبنان یک انتخاب پیش رو دارند یا به عنوان ملتی مستقل به پیش میرن یا میذارن که جاه طلب های شوم ایران و حزب الله آینده اونا رو تحت تاثیر قرار بدن شما گزینه دوم رو انتخاب کردید you know, ما از آقای پومپو در لبنان پذیرایی کردیم و به او گفتیم که از دید ما حزب الله یک سازمان تروریستی نیست و میدونیم چرا ما اینطور فکر کنیم چون حزب الله نماینده بخش بزرگی از جمعیت لبنانه در مجلس چهل نماینده داره و ما نمیتونیم بخشی از جمعیت خودمون رو متهم به تروریست بودن کنیم یعنی ما داریم درباره مردم خودمون و اتحاد ملی صحبت میکنیم <applause> به همین خاطره که با اون موضع مخالفیم به من نگید شما رابطه خوبی با واشنگتن دارین چون واشنگتن موضع شما رو به خصوص موضع حزب مسیحی شما رو مبنی بر همبستگی با حزب الله به عنوان یک تهدید اساسی علیه امنیت اسرائیل و امنیت آمریکایی ها میدونه شما so so to, to <متحدث> میخواین این واقعیت رو که آمریکا به نیروهای مسلح ما کمک میکنه و به کشورمون پول میده رو نادیده بگیریم بله چون اونا دارن به نخوص وزیر معامله میکنن جناب وزیر خارجه با کمال احترام اما اونا با شما کار نمی و شما رو به عنوان خریدار نمی من این افتخار رو ندارم که آدم دیگران در لبنان باشم من آدم لبنان هستم نه ایالات متحده، نه ایران، نه عربستان سعودی. من وزیر خارجه لبنان هستم نه جای دیگه به همین خاطر که ما سیاست مستقلی داریم که منافع ما رو تضمین میکنه نه منافع دیگران رو برای همین ما آنچه را که در راستای منافعمون باشه از واشنگتن یا هر کشور دیگه ای قبول میکنیم و شجاعت اینو داریم که با اونچه که واشنگتن میگه مخالفت کنیم بذارین نقل قولی از دستیار نسبتاً جدید وزیر امور خارجه آمریکا در امور خبر نزدیک دیوید شنکر رو براتون بخونم او درباره نگرانی‌هاش بابت حزب الله و حامیانش در لبنان با لحنی انتقادی گفت در آینده افرادی رو که در لبنان به حزب الله کمک و مساعدت میکنن شناسایی خواهیم کرد منظور او برای تحریم شنگن میگه از هر قوم یا دینی که باشن چون مجبوریم که چنین کنیم این یک پیغام واضح و آشکار برای سیاستمداران مسیحی مثل خود شما که با حزب الله متحد هستید ممکن خود شما مورد تحریم آمریکا قرار بگیرید میدونین که من وزیر خارجه لبنان هستم. این تحریم ها حتی اگه واقعا عملی بشن که من از این بابت شک دارم، شخص من رو هدف نخواهند گرفت. اینطور مطالب برای اهدافی منتشر میشن. ولی اگه چنین چیزی اتفاق بیفته، کل لبنان تحت تحریم قرار گرفته و در نتیجه لبنان به تمامی باید با اون مقابله کنه. من نماینده خودم نیستم بلکه نماینده لبنان هستم. باز هم میگم در یک سیاست خارجی مستقل دوست دارم لبنان را از هر گونه مشکلی دور کنم. در این حال میخوام از لبنان در برابر حملات اسرائیل که مورد بی توجهی جامعه بین المللی قرار گرفته حفاظت کنم. امیدوارم اسرائیل از قطنامه سازمان ملل تبعیت کنه چون که لبنان میکنه و در نتیجه اون ما از همه مشکلات اینچنینی اجتناب میکنیم و به صلح خواهیم رسید شما در لبنان بهتر از هر کسی میدونید که نتیجه جنگ هرج و مرجه جا و جابجایی عظیم مردم هم مشکلات زیادی ایجاد میکنه فکر میکنم تقریبا یک چهارم جمعیت امروز لبنان مهاجرین سوریان که از اون جنگ وحشتناک توی کشورشون فرار کردن چرا که دولت شما کنوانسیون های بین المللی رو نادیده میگیره و عده زیادی از این پناهندگان سوری رو مجبور به ترک کشورتون کرده و اونا رو به سوریه برمیگردونه این رفتاری واقعا غیر منصفانه با کشوری مثل لبنانه که تا پنجاه درصد از جمعیت خودش پذیرای پناهندگان و آوارگان شده و با پذیرایی از خیلی عظیم آوارگان به مدت هفت سال بهترین نمونه انسان دوستی رو ارائه کرده بی که لبنان رو متهم کنین که مردم رو با زور اخراج میکنه ما هرگز حتی یک نفر سوری رو مجبور به ترک لبنان نکرده تب <applause> کنیم مدیر خاورمیانه جناب وزیر این گزارش ها دروغ و جعلی هستند و هیچ کسی یک نمونه هم به ما گزارش نکرده و این رفتار درستی با کشوری مثل لبنان نیست کل کشورهای اروپایی نتونستن به اندازه لبنان پناهنده قبول کنند. هیچ شکی در این نیست. لبنان پیش از توانش پذیرای خیلی عظیمی از آوارگان سوری بوده. اما شما این گزارشی رو که من گفتم نخوندید. این گزارش سند روشنی مدیر میانه دیدبان حقوق بشر گفته لبنان با بازگرداندن سوریها به کشوری که از اونجا فرار کردند و تحویل اونها به حکومتی که مسئول ددمنشی و بیرحمی های عظیم است سوریها ها رو در معرض خطرات بزرگتر قرار میده روز بعد مرکز دسترسی حقوق بشر در لبنان گزارشی منتشر کرد که شواهدی از سیاست سیستماتیک مقامات لبنانی وجود داره مبنی بر اینکه پناهندگان رو تحت فشار بگذارند تا لبنان رو ترک کرده و به سوریه بازگردند تواهدی هست کذب محصه اون هم سند نیست کذب محصه شما تصمیم گرفتین اینا رو نبینین شما تصمیم گرفتین چشماتون رو ببندین چون شما در تیه زمان به مردم خودتون گفتین که آوارگان سوری بی ارزشتر و پایینتر از مردم لبنان هستن بذارین مطلبی بگم این کشور منه و من خیلی بیشتر از شما خبر دارم که در کشورم چه خبره. من از شما میخوام فقط یه مورد عینی به من نشون بدین که یه نفر سوری از لبنان اخراج شده. در صورتی که اینجا در بریتانیا یا آلمان که از اونجا اومدم، وزیر کشور آلمان گفت هر سوری که به کشور خودش برگرده دیگه پناهنده محسوب نمیشه. در لبنان ماهانه بیش از 700 هزار سوری جابجا جا میشن. مردمی که پناهنده محسوب میشن یا مردمی که هنوز هم میتونن به کشورشون برند. اونا مشاغل ما رو در لبنان میگیرن از دولت لبنان و جامعه بین الملل کمک دریافت میکنن با این وجود باز هم قدمشون روی چشم مونه و در بهترین پناهگاه ممکن به سر میبرن همینجا در اروپا میدونین چند تا از دولت ها سوری ها رو اخراج کردن یا از پذیرش اونا امتناع کردند ما هنوز هم در وضعیت خیلی بد اقتصادی هستیم ولی با این وجود با رفتار انسان دوستانه بی سابقه ای پذیرای اونها هم هست. and still we are them in an شما شاهد میخواین در 26 ماه آوریل حداقل 16 سوری بعد از اینکه به فرودگاه بیروت رسیدن به سرعت برگردونده شدند با وجود اینکه بیشتر آنها به صراحت گفتند که میترسن در صورت بازگشت مورد شکنجه و بدرفتاری قرار بگیرند آیا باید به سوریه بازگردونده میشدن چقدر شاهد میخواین در فرودگاه آیا رسیدن به فرودگاه بیروت نشون میده که در کشورشون تحت فشار هستند میدونین چطور به فرودگاه بیروت اومدن؟ یعنی اونا از سوریه نمی اومدن. معنیش این نیست که قرار نیست تو کشور تقیب نباشن. شما به من گفتین که هیچ سندی دال بر بازگرداندن اجباری هیچ سوری که احتمال دستگیری داشته باشه به سوریه وجود نداره. این یک سند روشنه. مطمئنا هیچ سند و شاهدی وجود نداره. حتی یک اسم هم نمیتونین بدین. کاملا <applause> خلاف واقع <باقی>. چرا همین چند ماه پیش شما یک سخنرانی داشتین که عده زیادی از مردم خودتون رو نگران کرد شما گفتین که لبنانی ها از همه برترن گفتین که یک فرق ژنتیکی هست که لبنانی ها رو در مقابل سوری ها برتر میکنه بسیار از لبنانی ها نگرانن که شما پوپولیست ملیگرا و حتی برخی گفتن که نجات پرست هستین این واقعیت نداره من همیشه درباره ژنتیک لبنان و تعلقاتش اینجا به صحبت چه دردی میخوره بذار این مطلبی بهتون بگم در مقایسه با سوری ها نبود این کاملا دروغه. متن صحبت هام رو بیارین بهتون میگم که این واقعیت نداره من همیشه درباره لبنانیت صحبت میکنم لبنانیت یعنی حس تعلق به لبنان میدونین چرا اینو میگم برای اینکه نشون بدم ما متعلق به خودمون هستیم و به هیچ کشور خارجی وابسته نیستیم بذارین ادامه بدم بذارین ادامه بدم اینو هیچگاه در برابر ملت های دیگه استفاده نکردم هیچ وقت علیه سوری ها به کار نبردم در مقابل ما همیشه نسبت به سوری ها مهربان و خوشرفتار بودیم وقتی هم که میخواهیم برگردن کشورشون به خاطر خودشونه چون ما نگران سوری ها هستیم میخوایم که به کشورشون برگردن کسانی که از سوری میخوان خارج از کشورشون بمونن اونها نجات پرستن و با اونها رفتار خوبی ندارن طرفداران حزب شما با در دست داشتن پلکارت های تظاهرات را انداختن و به سوری ها به کشورشون برگردن و به مغازه ها و محل کسب و کار سوریه ها حمله کردند. ممکنه فراموش کرده باشین که در سال 2013 گفتین که سوری های مقیم لبنان باید اخراج بشن شما یک چنین سیاست مداری هستین نه اخراج نه ولی البته اونا باید به کشورشون برگردن البته که نباید در لبنان بمونن اونا در کشور خودشون احساس امنیت نمی کنن اون وقت شما میگین که اونا رو باید به زور بیرون کرد فکر می کنم جاشون خیلی امن هست و فکر می کنم که اونها مدت هفت سال در لبنان زندگی کردن هیچ کس تا حالا آسیبی به اونا نزده این حق ماست و هم حق اوناست که خواستار مراجعت به کشورشون باشن اینجا شما وظیفه دارین به کشوری مثل لبنان و سوریها کمک کنین تا به کشورشون برگردن نه اینکه با موندن در خارج از کشورشون مصیبت دیگه ای براشون درست کنین این درست نیستش که این نجات پرستیه و این فقدان انسان دوستی درسته وقتی مردم مصیبت زده رو تا خارج از کشورشون دنبال میکنین و مجبورشون میکنین که در خارج بمونن رفتار ما درسته که به اونا کمک می‌کنیم به کشورشون برگردن اکثر کسایی که به این مصاحبه گوش میکنن فکر خواهند کرد که شما غرق در فانتزی های خودتون شدین مبنی بر اینکه سوری های مقیم لبنان مشتاقانه منتظرن تا سریعا به کشورشون برگردن اما بذارین این موضوع رو کنار بذاریم و درباره ماهیت سیاست شما صحبت کنیم ادی زیادی شما رو به عنوان یک ملیگرا و پوپولیست میشناسن که در سیاست لبنان بازی خطرناکی رو شروع کرده شما سوری ها رو سپر بلا کردین و میگین که اونا شغل های لبنانی ها رو گرفتن و اقتصاد لبنان رو خراب میکنن در صورتی که تمامی شواهد حاکی که اقتصاد لبنان که دولت شما متولیش هست در اثر سوء مدیریت بنیادی و فساد در طی سالیان دراز در داخل لبنان دچار هرج و مرجه این هیچ ربطی به مهاجرت نداره این که ما مسئول اشتباهاتمون یا فساد هستیم یه چیزه و قبول مسئولیت میکنیم ولی حضور سوری ها یا هر ملیت دیگه در لبنان و اشغال موقعیت های شغلی چیز دیگه‌ایه در این مورد ما حق داریم از لبنانی‌ها بخوایم تا خودشون مشاغل رو به دست بگیرن این سپر بلا کردن دیگران شما دنبال این هست این که دیگران رو مسئول مشکلاتی نشون بدین که در وسط دولت خود شما درست شدید منم به وضوح به شما جواب دادم که این دو مسئله جدا از هم هستن این یه مسئله است و اون یکی یه مسئله دیگه معنیش این نیست که سوری ها نمیتونن در لبنان زندگی کنن جای اونا تو سوری است نه لبنان و شما نمیتونید اقامت اونا رو در لبنان با گفتن اینکه ما خودمون مشکلات خودمون رو داریم کنید قبل از اینکه صحبتمون رو تموم کنیم میخوام دوباره به ارتباط سیاست و اقتصاد بپردازم اقتصاد شما اصفناکه میزان بدهی شما یکی از بالاترین ها در کل جهان کسر بودجه شما هنوز هم غیر قابل کنترل نرخ بیکاری شما بالای سی درصد مردم لبنان مستاصل هستند شما امکان حل این موضوع رو دارین چون سعودی ها و آمریکایی ها صحبت از کمک های بزرگ به لبنان میکنن اونها فقط موقع این کمک رو خواهند کرد که شما سیاست خودتون رو در برابر حزب الله تغییر بدید آماده این که این کار رو ما منافع خودمون رو خودمون تعیین میکنیم مایل نیستیم اقتصاد ما گروگان خاصهای خارجی ها باشه و سیاست خارجیمون رو تحت تاثیر قرار بده ما کمک بیغید و شرط خواهیم. بله ما نیاز به کمک داریم از طرف آمریکا، سعودی ها یا هر کشور دوست دیگه با روی باز هم کمک قبول میکنیم اما نه وقتی که مشروط به تعیین سیاست داخلی ما باشه اولویت ما اتحاد ملی ماست میدونین چرا چون ما 15 سال دچار جنگ داخلی بودیم نمیخوایم دیگه تکرار بشه ترجیح میدیم با کشور دیگه در جنگ باشیم ولی جنگ داخلی نداشته باشیم اما خواستار هیچ نوع جنگی نیستیم نه خارجی نه داخلی مایل هستیم از یک پارچگی ملی خودمون محافظت کنیم و کمک دیگرون رو قبول کنیم و پذیرای دوستی ها باشیم بدون اینکه نحوه تعیین و اعمال سیاست داخلی ما رو به ما دیکته کنند مشکل اینه که همین الان ما نمیخوایم هیچ کس در امور داخلی ما دخالت کنه چون این کار به معنی درگیری های داخلی در لبنانه و این یعنی تکرار جنگ در لبنان و ما میخوایم از اون اجتناب کنیم مجبوریم برنامه رو تموم کنیم جبران باسیل از شما سپاس گذارم که در این برنامه هارتون منم سپاس گذارم